من 3 سالم بود که پدر من فوت کرد. مادرم من 32 سالش بود و خب خیلی جوون، 3 تا بچه داشت و نبود پدر برای من شخصا خیلی سخت بود، چون که به هر حال به عنوان یک پسر همیشه دوست داشتم یک مردی تو خونه باشه، ازش درس یاد بگیرم، چیزهایی رو یاد بگیرم ازش که واقعا بتونه به من درسایی رو بده، درسای پدرانه بده، بتونیم بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، منو نصیحت کنه، از گذشتش بگه. من گذشته، من خیلی خاطرات از پدرم شنیدم ولی از پدرم نشنیدم، از اشخاصی شنیدم که اومدن در رابطه با پدرم گفتن. و این چیز نه که باعث خوشحالی من شاید نمیشد، بیشتر باعث ناراحتیم بعضی وقتا میشد. میگفتم خود چرا من نمیتونستم از زبان خودش این چیز رو بشنوم. و خب وقتی پدر من فوت کرد، بعد از 1 سال خانواده ما به مسیح ایمان آوردیم. درسته ما آشوری هستیم، نصف آشوری نصف ارمنی، ولی باور کنید مسیحی زاده بودن نشان برای این نیست که شما مسیحی هستین. مسیحی زاده بودن نشان برای این نیست که شما مسیح رو در قلبتون دارین. مسیحی بودن فقط اینه که بیاین زانو بزنین و توبه کنین و مسیح رو در قلبتون بپذیرین. و 1 سال میشه گفت تقریبا 1 سال بعد از فوت پدرم بود که مادرم من به مسیح ایمان آورد. و واقعا میتونم بگم اصلا خانواده متحول شد. مادرم من هم برای ما مادر بود هم پدر. یه خانم 32 ساله، خیلی هاتون میدونیم 20 سال پیش توی ایران اولا داشت، ما یه خانواده اقلیت بودیم در حقیقت میشه گفت توی ایران، و خانوم ها حق کار کردن نداشتن. 3 تا خانوم، من مادرم و 2 تا خواهرام بودم، منم یه پسر کوچیک. پس کی کار میکرد تو اون خونه؟ کی درآمد میآورد توی اون خونه؟ چجوری برکات میومد توی اون خونه؟ و واقعا باعث برکت برای من و خواهرام بود که یک شخصی مثل مادر من توی زندگیمون بود، که این مادر من همیشه شادی داشت، همیشه قوت داشت، همیشه سلامتی داشت، چه از نظر جسمی چه از نظر روحی. و این به خاطر این بود که مادر من ملکوت مسیح رو شناخته بود. هللویا. و یک چیزی میخوام به تک تک شما عزیزان بگم، اگه یک خلأی تو زندگیتون هست، شادی، سلامتی، محبت، کم توجهی، همش در ملکوت مسیح پیدا میشه. تنها چیزی که لازم دارین این که زانو بزنین و بطلبین ازش. بطلبید و به شما داده خواهد شد. آمین. ولی یک چیزی بود که برای من یه خورده حسرت، یه خورده باعث ناراحتی اینم این بود که خب من پدرم رو ندیده بودم. یه خاطرات خیلی کوچیکی از پدرم داشتم و همیشه مادر من به من میگفت درسته تو پدر جسمانی نداری ولی پدر آسمانی داری. و این بیشتر باعث من باعث درد میشد. وقتی محروم میومدم، دوستای من، کازنای من، حتی اشخاصی که تازه ایمان آورده بودن، بعد از من 10-11 سالم بود، میومدم میگفتم ما مسیح رو تو خواب دیدیم، ما مسیح رو تو رویا دیدیم. این برای من خیلی سخت بود. بابا جان من بس من چی؟ همیشه واسه من این سوال بود، پس من چی؟ پس چرا من نمیتونم تو رو ببینم؟ مگه نمیگی پدر من هستی؟ مگه نمیگی هرچی من بخوام از تو بخوام تو به من میدی؟ من تو رو میخوام ببینم، چه تو رویا، چه تو خواب. نمیخوام عکس، نمیخوام فیلم، میخوام تو رو ببینم. این دعا رو من کردم و 8 سال بود که این دعا رو من میکردم. و یک روزی وقتی به آمریکا مهاجرت کردیم، اومدیم به آمریکا، من در استیت کنیدیکت که بودم، روز پنتیکاست بود، 18 سالم بود، توی زیرزمین خونه خواهرم اینا جمع شده بودیم، داشتیم دعا میکردیم و دوماد ما خب کشیش هست و ایشون برای یک شخص دیگه دعا میکردن که اون شخص از روح القدس پر بشه. و من اونجا از مسیح خواستم، گفتم مسیح امروز روزیه که تو خودتو باید به من نشون بدی. نه،
نه که فقط خودتو به من نشون بدی، من میخوام تخت پادشاهی تو به من نشون بدی، من میخوام اون تختت رو ببینم، من این چیز رو از تو میخوام، میخوام و تو به من خواهی داد. با یک ایمان این چیز رو خواستم و وقتی که چشمامو بسته بودم، من نمیدونم خوابیده بودم، من نمیدونم رویا بود، هر چی میخواین اسمشو بذارین، I'm gonna leave it up to you guys. فرشته‌ای رو دیدم که به صف وایستاده بودن، لباس کاملا سفید، شیپورهای طلایی و پایه‌های تخت مسیح رو دیدم، تخت پادشاهی رو مسیح رو دیدم. بالاشو نمیتونستم نگاه کنم، چون جرأت نگاه کردنش رو نداشتم، اونقدر نورانی بود. و این چیز برای من باعث برکت بود، چون که من تونستم تخت پادشاهی مسیح رو ببینم. آمین. و همونجوری که گفتم، ملکوت مسیح پر از جلال، ملکوت مسیح پر از شادی است. اوکی؟ و با این چیز میخوام فقط تموم کنم. عدالت، سلامتی، پوی روح القدس، عدالت سلامتی خداوند، پوری روح القدس. آیا میخواهید محبتش را؟ آیا میخواهید محبتش را؟ آیا میخواهید محبتش را؟ همگی بیایید. خدا برکتتون بده. آمین.